انتخاباتی کمشور، تورمی افسار گسیخته و تلاش‌ها برای احیای توافقی که تا امروز بی‌نتیجه مانده. هزار خبر خوب و بد در سال گذشته که در یک ساعت آینده به تحلیل اون میشینیم. من مجید افشار هستم. خوش آمدید به ویژه برنامه صفحه دو برای مرور سالی که گذشت. سال 1400 مثل هر سال دیگه فراز و نشیب‌های زیادی داشت، به خصوص در سیاست داخلی و همینطور به لحاظ فعالیت‌های مدنی و صنفی در داخل کشور. در یک ساعت آینده اینجا با همکارانم بیشتر درباره اون چه در این یک سال اتفاق افتاد حرف می‌زنیم. فرنوش امیرشاهی اینجا با ما هست و همینطور فرین عاصمی، دو همکارم که دنبال کردن خبرهای داخلی ایران رو با این همکارانم بررسی می‌کنیم و بعد می‌ریم به سراغ خبرهای دیگه. فرنوش، یک سال گذشت، فکر میکنی نقطه عطفی داشت این سال گذشته در سیاست داخلی؟ یک سال به سرعت و پرخبر گذشت و اتفاقات خیلی متعددی افتاد. شاید بشه گفت که یکی از مهمترین اتفاقات افشاگری‌های متعددی بود که انجام شد تو حوزه‌های سیاسی و تو حوزه‌های قضایی ایران. ولی نقطه عطفی که میشه انگشت روش گذاشت انتخابات بود. انتخابات با کیفیتی که برگزار شد، حذف بعضی از منصوبان حکومت، نزدیکان به رأس هرم قدرت و نتیجه اون پایین ترین میزان مشارکت در طول دوره بعد از انقلاب در طول دوران جمهوری اسلامی بود. شاید بشه گفت که این موضوع بوده. برمیگردیم حالا راجع به اینها تک تک سعی میکنیم بیشتر صحبت بکنیم. فرین، از نظر تو چه اتفاق مهمی در حوزه فعالیت‌های مدنی و صنفی بود؟ من فکر میکنم که بیشتر در سالی که گذشت ما وضعیت حقوق بشر رو میتونیم بهش اشاره بکنیم که چندان وضعیت خوبی نداشت. وضعیت بازداشت ها، اعدام ها، سرکوب ها، آزار و اذیت فعالان سیاسی و مدنی و همینطور خانواده افرادی که در اعتراضات قبلی کشته شده بودن رو به شدت در چند ماه اخیر دیدیم. در سالی که گذشت اعتراضات زیادی هم بود که حالا میشه به طور مفصل بهش پرداخت. ولی از نظر وضعیت حقوق بشر به هر حال وضعیت خوبی نداشته. دیدیم که خب اعتراضاتی هم صورت گرفت، فشارهایی هست روی جمهوری اسلامی برای اینکه نقض حقوق بشر رو پایان بده از طرف کشورهای دیگه. و خب باز البته این وضعیت حقوق بشر مثل همیشه در سایه برنامه هسته‌ای و مسائل دیگه سیاسی گم شد، ولی خب به هر حال همچنان نسبت بهش اعتراض وجود داره. برمیگردیم حالا راجع به اونها هم سعی می‌کنیم تک تک صحبت بکنیم. اوایل سالی که گذشت انتخاباتی برگزار شد، خیلی بحث برانگیز شد. به هر حال آنچه که شورای نگهبان انجام داد در مورد اینکه چه کسی بتونه شرکت بکنه و چه کسی نتونه در اون شرکت بکنه، کمی به اون بگو اونجا چه چیزی مهم بود و چی میشه ازش گرفت بعد از یک سال. درسته، چند تا نکته وجود داشت در زمان برگزاری این انتخابات. اول، رد صلاحیت‌های بسیار گسترده‌ای بود که حتی دامن کسانی که اصطلاحاً در عرف سیاسی به خودی‌های نظام هم معروف هستن گرفت. مثلا علی لاریجانی رئیس وقت مجلس رد صلاحیت شد و فضای سیاسی ایران رو شوکه کرد. یا مثلا اسحاق جهانگیری معاون وقت رئیس جمهور رد صلاحیت شد و اون در واقع دامنه خودی‌های نظام حلقش چنان تنگ شد که نتیجه اون قرار بود هر کسی از اونها، از اون صندوق رأی که بیرون می اومد، نتیجهش قرار بود کسی باشه که گزینه مطلوب نظام باشه. از طرف دیگه در اون انتخابات ما دیدیم که نه به شرکت در انتخابات، هشتگ هایی که فعال شدن، میزان افرادی که عمومی اعلام کردن در این انتخابات شرکت نمی کنن پر رنگ تر از همیشه بود. اونقدر که آیت الله خامنه‌ای قبل از انتخابات در یک سخنرانی گفت که اگر کسی نره رأی نده، یعنی این که از نظام فاصله گرفته، یعنی ما نظام نیست و این فشارهای دشمن رو بیشتر میکنه. یادم افتاد که کلاب هاوس همون موقع راه افتاده بود و چقدر اتاقهای زیادی بود راجع به اینکه شرکت بکنیم یا نکنیم در همون موقع. در این حال همون زمان یک فتوایی هم از آیت الله خامنه‌ای منتشر شد که اگر کسی رأی سفید بخواد در انتخابات بده، این کار باطلیه و حرامه. اما اون چه که در نهایت از این صندوق‌های را به
بیرون اومد این بود که پایین ترین میزان مشارکت رو داشت و بعد از آرای ابراهیم رئیسی آرای باطله در رتبه دوم ایستاده بود. اینقدر این موضوع پررنگ بود که باز هم آیت الله خامنه ای بعد از انتخابات آمد و سخنرانی کرد و حرفش رو پس گرفت، گفت این آرای باطله ای که اینقدر میزانش بالا بوده معنیش فاصله گرفتن از نظام نیست، معنیش اینه که به هر حال مردم با نظام بودن، میخواستن به کسی رأی بدن اما بین گزینه ها گزینه مطلوبشون رو نداشتن. به هر حال اون نتیجه این شد که یک حکومتی بر سر کار اومد، یک دولتی بر سر کار اومد که آیت الله خامنه ای از اون تعبیر کرد به اینکه به هر حال از انتخاباتی مطلوب بوده و دولتی جوان و انقلابی بعد از این باید ادامه بده تا بتونه ایدئولوژی ها و خواسته های رأس حکومت رو پیگیری بکنه. این خواسته های رأس حکومت رو پیگیری کردن در نهایت شاید منجر به خیلی اعتراضات زیادی هم در جامعه شد. فرین، تو فکر می‌کنم در طول سال گذشته بارها و بارها گزارش زدی از اعتراض معلم‌ها گرفته، پرستارها و همینطور اصناف دیگه، و از اون طرف اعتراض در شهرهای مختلف هم بود. کمی بگو چه گذشت در اون اعتراض‌ها؟ دقیقا مجید، همونطور که اشاره کردی یه سری اعتراض بود که اعتراضایی بود که در کل سال اتفاق افتاد، اعتراضای دائمی بود، اعتراض اصناف مختلف، معلما، پرستارا، کادر درمان، بازنشسته ها و از این دست. ولی دو تا اعتراض بزرگ هم اتفاق افتاد در سالی که گذشت. یکی در تیر 1400 بود که اعتراضای خوزستان اتفاق افتاد که در ابتدا به بی‌آبی بود و به قطع زیاد برق در ساعت‌های طولانی برق در این استان و به دلیل کم آبی و خشک شدن تالاب‌ها و سدسازی‌ها و مدیریت نکردن منابع آبی در این استان بود که خب اعتراض‌های زیادی و برانگیخت. مردم توی خیابون‌ها اومدن، در شهرهای مختلف شروع کردن به اعتراض کردن در استان خوزستان و این اعتراض‌ها کم کم تبدیل شد به اعتراض علیه حکومت. یعنی می‌دیدیم که شعارهایی که خب اول در می‌گفتن که خوزستان تشنه است، کم کم در یکی دو روز اول تبدیل شد، در بعد از مثلا یکی روز اول تبدیل شد به اعتراض به حکومت، شعار علیه شخص اول حکومت، دیکتاتور خوندن اون و غیره. این اعتراض ها به شدت سرکوب شد. طبق معمول نیروهای امنیتی اومدن، شلیک مستقیم به مردم کردن و اینترنت رو باز مختل کردن در اون استان و به سرعت این اعتراض رو خواستن جمع بکنن، ولی اعتراض به هر حال به شهرهای دیگه هم کشیده شد. در چندین شهر و استان حمایت شد از این اعتراض ها. در تهران حمایت شد، کرج بود، اعتراض بزرگی در تبریز اتفاق افتاد که صدها نفر اومدن اعتراض کردن، حمایت کردن از خوزستان. گروه های مختلفی پیوستن، حتی مثلا مادران آبان، کسی که فرزندانشون یا عزیزانشون در آبان کشته شده بودن، اومدن از این اعتراض حمایت کردن. ولی خب به هر حال این اعتراض سرکوب شد با وعده و وعید. به هر حال گفتن که حالا آب میرسونیم، یه مقداری سد کرخه رو باز کردن، یه مقداری آب وارد کردن، به هر حال این مسئله رو جمع کردن. تعدادی کشته شدن، تعداد زیادی زخمی شدن و تعداد زیادی هم بازداشت شدن. خیلی از اونا اطلاعی ازشون هنوز در دست نیست، خیلی هاشون در زندان هستن. یک اعتراض همین مشکل آب رفت و در اصفهان هم دوباره اعتراضی بود که در اصفهان، در آبان بود فکر میکنم، در آبان 1400. البته این اعتراض به کم آبی در اصفهان ادامه داره، یعنی چیز جدیدی نبود، چند ماهی بود که اعتراض میکردن، ولی در آبان دیگه کشاورزا اومدن در بستر خشک رودخانه زاینده رود اعتراض کردن، اونجا چادر زدن، شب موندن، گفتن که ما جایی نمیریم تا اینکه این وضعیت رو درست بکنین. اعتراض ها مسالمت آمیز بود، اولش خیلی آروم برگزار شد، ولی کم کم از مثلا چهارم پنجم آذر این اعتراض ها سرکوب شد. روز جمعه بود که جمعه خونینی بود دقیقاً که ماموران انتظامی اومدن چادرها رو آتیش زدن، مردم دیگه هم اومدن حمایت کردن، فقط کشاورزا نبودن و نیروهای امنیتی اومدن و ما تعداد بسیاری هم تصویر داشتیم، هم خبر داشتیم از بیمارستان های مختلفی که در اصفهان هستن که مردمی به اونجا رفته بودن که با گلوله ساچمه ای به چشمشون شلیک کرده بودن و اینها چشمشون آسیب دیده بود. ده ها نفر بودن، تعداد دقیقشون هیچ وقت مشخص نشد به خاطر اینکه هیچ کس به طور واضح و شفاف در مورد این مسئله صحبت نکرد. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تکذیب کرد و به هر حال یه تعداد کمی رو اعلام کردن که چشمشون آسیب دیده، ولی خب اون تصاویری که ما می دیدیم، اون صحبت هایی که بعضی از پزشکا از درون خود بیمارستان
بیمارستان ها در اصفهان برای ما میفرستادن این بود که تعداد زیادی چشمشون آسیب دیده. این حمایت هم ازش شد، یعنی در شبکه های اجتماعی می دیدیم که خیلی از آدم ها چشماشون رو باند پیچی میکردن، میبستن در حمایت از کسایی که چشمشون آسیب دیده بود و ازشون حمایت میکردن و این کار رو محکوم میکردن. این هم باز یکی از بزرگترین اعتراضایی بود که در سال گذشته اتفاق افتاد، علاوه بر اعتراضی که در خوزستان بود. برگردیم باز حالا به اون اعتراض ها، چون اعتراض معلم ها هم که همچنان ادامه داره. فرش، یک چیزی که در اون زمان موقعی که انتخابات قرار بود برگزار بشه میشنیدیم و بعد از اون یک دست شدن حکومت، این که حکومت یک دست بشه شاید همه چیز بهتر بشه، شاید کارها بهتر پیش بره، چوب لای چرخ دولت کمتر گذاشته بشه، این اتفاق افتاد؟ همینطور که میبینی اعتراض های پرتعدادی که در سال گذشته برگزار شده و فریم اونها اشاره کرد نمونه از اینه که به هر حال مطالبات مردم جواب داده نشده بهش، مطالبات اقتصادی، مطالبات صنفی. و ابراهیم رئیسی با این وعده بر سر کار اومد که بیاد یک دولت در واقع فراگیر تشکیل بده. خاطرم هست که یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه همون بعد از انتخاب یک یادداشت نوشت و در اون اعلام کرد که برای اولین بار نظام یک پارچه شده و حالا بعد از این مردم میتونن طعم خوش زندگی در نظام ولایت فقیه رو بچشن. و اومدن دولتی رو تشکیل دادن که ما دیدیم فراگیر نبود، دولتی تشکیل شد که اعضای عمده اون یا از آستان قدس رضوی یا وزرای سابق محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران بودند، یا به هر حال تعداد زیادی از چهره های سپاه و نظامی به دولت راه پیدا کردند، کمان که پیشتر وارد مجلس هم شده بودن این گروه، و به هر حال دولتی تشکیل شد که به هیچ وجه دولت فراگیر رو همه شمول نبود. حتی برای اینکه یک در واقع حکومتی تشکیل بشه که مورد تایید باشه، در مورد چهره‌هایی مثل مهرداد بسپاش، مثل شهردار وقت تهران، اومدن پله‌های ترقی رو کوتاه کردن و نادیده گرفتن ابهاماتی که وجود داشت در مورد اینکه سوابقشون چیه، مدارک تحصیلیشون چیه، آیا اصلا تجربه مدیریتی به اندازه کافی دارن یا نه. حرف حدیثی که در مورد آقای زاکانی همچنان وجود داره. چنان وجود داره، درسته. نتیجه این شد که خب ما بعد از مدتی میبینیم که اون چه که در عمل خودشون نشون میده اینه که باز هم در بزنگاه ها اختلافات زیادی وجود داره که خودشون نشون میده. مثلا اگر بخوام نمونه های رو عنوان کنم، یکیش مثل طرح صیانت از فضای مجازیه که در مجلس مطرح شد و میبینیم بین ارکان مختلف حکومت موافق مخالف های بسیار جدی داره. بعضی ها میگن که مثلا بخشی داره سنگ اندازی میکنه، حتی در داخل نهادهای نظامی و سپاه که ما در خبرگزاری های مثل تسلیم خروجی اون رو میبینیم که مخالفن و بعضی ها به شدت حمایت میکنن. یا در موضوع برجام مثلا، موضوعی که در واقع دولت وقت و اصولگرایان تندرو خیلی منتقد عمل کرده دولت آقای روحانی بودن و میگفتن به هر حال نگاه غربگرایانه داشته و باید این نگاه رو ترمیم کرد در این دولت، بازم میبینیم که همچنان موافق و مخالف داره. در مجلس ما صداهای مخالف زیاد میشنویم، مثلا اینکه یکی از نمایندگان مجلس گفته بود تیمی که رفته برای مذاکره تیم ضعیفی بوده و نتونسته که اصلا اون چه که در واقع نظام به دنبال اونه بتونه پیاده بکنه. و یا در مورد رابطه با آمریکا مثلا، وزیر امور خارجه امیر عبداللهیان اومد صحبتی کرد در مورد اینکه رابطه با آمریکا میتونه تحت شرایطی برقرار بشه دوباره، ولی باز دیدیم که به شدت رسانه‌های تندرو و چهره‌های تندروتر جریان اصولگرایی به او تاختن و باش مخالفت کردن. نشون داده میشه همه این در واقع شواهدی که وجود داره اینه که فرق نداره ظاهراً که چه دولتی و چه حکومتی بر سر کار باشه، وقتی بحث بر سر مسائل اصلی در جمهوری اسلامیه، مسائلی که ایدئولوژی که در جمهوری اسلامی بسته به اینکه به هر حال چقدر زور هر طرف بیشتر سنبه پرزورتری داره، همه چیز منوط به اینه که رأس هرم قدرت چی میخواد. و حالا به نظر میاد به جای رسیده که بازم این حکومت و این مجموعه چینه
بینش سیاسی در ایران باز هم مطلوب آیت الله خامنه ای نیست، چرا که همین چند وقت پیش اومد گفتش باید جهاد تبیین را بندازیم و سعی کنیم اگر که نارضایتی هایی وجود داره و اگر که ما عمل کردمون به هر حال زیر سواله بتونیم این رو تبیین کنیم و جا بندازیم برای عموم مردم و جوانان به خصوص. مجلس هم سریع بودجه تصویب کرد، خود او بدتر اومد گفت این بودجه رو حذف کنید چون فساد پیش میاره و اینجور چیزا. برگردیم به اعتراضا، اون اعتراضایی که بهش اشاره کردی هیچ کدوم بدتر به اندازه اعتراض هایی که مثلا در آبان 98 مشاهدش بودیم بزرگ نشد و در همون حد موند. فکر میکنید دلیلش چه بود؟ ببینید اصولا اعتراض هایی که اتفاق افتاد، حالا اعتراض هایی که دائمی هست مثل اعتراض های معلمان که با اینکه در بیش از 100 شهر معلم‌ها اومدن بیرون در روزهای مختلفی اعتراض کردن، روزهای مختلفی حتی اعتصاب کردن، رفتن مدرسه و درس ندادن و کار نکردن، دست از کار کشیدن و همینطور اعتراضهای دیگه، حالا بازنشسته ها یا پرستارا، کادر درمان و غیره، همه اینها مربوط به یک صنف خاصه که هدفشون اینه که مثلا در مورد حقوقشون صحبت میکنن، در مورد خواسته های خودشون دارن صحبت میکنن که افراد دیگری ممکنه در بر نگیره. اعتراض هایی هم که مثلا اعتراض خوزستان یا اعتراض اصفهان، اینا اعتراض هایی بود که در اعتراض به مثلا کم آبی بود، کشاورزان بودن یا مردم عادی حتی در خوزستان کم آبی بود و اعتراض میکردن به اینکه حالا دامشون آب نداره یا خودشون آب ندارن و این مسئله اذیتشون میکنه. اینها همه مانند اعتراض آبان اون دربرگیری شدید رو نداشت. اعتراض آبان از گرون شدن بنزین شروع شد، خب تعداد خیلی زیادی از مردم رو دربر میگیره و باعث میشه که خشمگین بشن، اعتراض بکنن به این مسئله و نخوان که بنزین گرون بشه. این باعث شد که در شهرهای مختلف مردم بیان اعتراض بکنن، به شهرهای مختلف کشیده بشه، کم کم اعتراض به گرون شدن بنزین بشه، اعتراض به حکومت، اعتراض به اینکه چرا سرکوب کردین افرادی که اومدن اعتراض کردن رو، به همینطوری نارضایتی خودشون رو، نارضایتی سیاسی خودشون رو از حکومت اعلام بکنن. اون باعث شد که خیلی اعتراض گسترده‌ای باشه، ولی خب به هر حال این دربرگیری در اعتراضایی که در سال 1400 بود وجود نداشت. یه دلیل دیگه‌اش هم سرکوب گسترده هست، یعنی سرکوب گسترده که ما در آبان 98 دیدیم، یه مقداری در سال 96 دیدیم، در ماه 96 دیدیم، رو این مسئله باعث شد که همچنان تبعاتش ادامه داشته باشه، یعنی همچنان کسایی که در آبان 98 کشته شدن خانواده هاشون همچنان زیر فشار هستن، خانواده هاشون حق ندارن که برای بچه هاشون مراسم برگزار بکنن، با همدیگه ارتباط برقرار میکنن، تحت فشار میذارنشون، بازجوییشون میکنن. همچنان مثلا یک کسی مانند فرزاد انصاری فر که در آبان 98 کشته شد، خانوادش همچنان بازداشت میشن، پدرش، برادرش بازداشت شده بودن، خواهرش به زندان محکوم شده. این فشارها خب همه تاثیر میذاره، سرکوب تاثیر میذاره بر اینکه خب این اعتراضهای بزرگتر حالا شکل نگیره یا اینکه اگرم که داره شکل میگیره سرکوب بشه و اجازه پیدا نکنه که شکل بگیره. فرش وقت زیادی نداریم، میخواستم این بخش رو فکر میکنم یکی دو تا فایل صوتی افشاگرانه هم در طول سال بیرون اومد که عملا یه نگاه بهتری به ما میداد از آنچه که در داخل حاکمیت بین خود ارکان قدرت داره میگذره. اونا هم خیلی جالب بود، به هر حال یه نگاه متفاوتی داد به افراد. میشه گفت که حتی سال میتونیم بگیم سال افشاگری بود در حوزه های مختلف، از فایل هایی که گروه عدالت علی منتشر کرد، از وضعیت زندان ها در ایران، اسناد محرمانه، از مکاتبات نیروهای امنیتی و نیروهای قضایی، فشارهایی که وارد میکردن به در واقع نهادهای قضایی امنیتی برای اینکه یک سری سرکوب هایی رو اعمال کنن، حتی فرصت برگزاری دادگاه‌هایی در خارج از ایران مثل دادگاه حمید نوری و دادگاه مردمی آبان، این فرصت رو فراهم کرد که برای اولین بار شاید بشه گفت که گروهی بدون واسطه، بدون سانسور و مستقیما در مجامع بین‌المللی بخوان حرفشون رو بزنن. و همه اینها افشاگری‌های بزرگی بود که یک سری پرده‌هایی رو کنار زد از اون چه که در پشت حکومت داره می‌گذره. و دو تا از مهم‌ترین این افشاگری‌ها افشاگری‌هایی بود که با انتشار
انتشار دو فایل صوتی در واقع انجام گرفت و در واقع جامعه سیاسی ایران رو به نوعی تکون داد. یک فایل صوتی سپاه بود، جلسه 50 دقیقه‌ای از مکاتبات و جلسه فرماندهان معاونان وقت سپاه در مورد فساد نیروهای قدس سپاه بود و شهردار وقت تهران محمد باقر قالیباف و همینطور فایل مصاحبه ظریف، مصاحبه 3 ساعته با سعید لیلاز که در اون باز هم او به نقش قاسم سلیمانی سنگ اندازی هاش در سیاست خارجی و اینکه به هر حال به گفته اون دیپلماسی رو فدای میدان کرده و تحت تاثیر روسیه بوده، زمینه نفوذ روسیه رو فراهم کرده، پای ایران رو به جنگ سوریه باز کرده با اشاره روسیه و حتی سنگ اندازی های روسیه در برجام رو اشاره کرده بود. نکته جالب در همه این فایل های صوتی اینه که به هر حال یک بخشش وجهه سپاه قدس و قاسم سلیمانی رو تا حد زیادی مخدوش کرد در افکار عمومی به چه سپاه و حکومت را، اما آیت الله خامنه‌ای در دو سخنرانی از سپاه به شدت در واقع حمایت کرد. در فایل صوتی سپاه گفت اینها لجن پراکنی های رسانه های خارجیه و در فایل ظریف بدون اشاره به اسم اون گفت که اتفاقا نیروهای سپاه قدس در مقابل کمکاری های دیپلماسی و نگاه به غربشون اومدن ایستادن و جلوگیری کردن از این قضیه. و بحث میدونم در این مورد بسیار هست، باید ببینیم که در آینده چه خواهد شد. ممنون از اینکه هر دوی شما به ما پیوستید، فرنوش امیرشاهی و فرین قاسمی همکارم اینجا در استودیو با ما. اما به لحاظ اقتصادی هم سال گذشته سال سختی بود. به هر حال آنچه که آمار و ارقام نشون میده نشان از تورم بسیار بالا. هادی چاوشی خبرنگار اقتصادی از لینکلن در بریتانیا با ما هست تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای چاوشی خیلی خوش آمدید به برنامه. به نظر میرسه که دولت آقای رئیسی شرایط خوبی رو به ارث نبرد به لحاظ اقتصادی از دولت آقای روحانی در ابتدای سال. عمده چالش هایی که پیش روش بود چه بود؟ بله، همینطور که شما میگید سال خیلی سختی بوده برای اقتصاد ایران و البته سال خیلی پرنوسانی بوده. شاید از نظر تورم مهمترین معضل و فوری‌ترین مسئله اقتصاد ما بوده. میدونید امسال حالا هنوز آمار تورم اسفند منتشر نشده ولی قطعا بالاترین تورم دست کم 25-6 سال اخیر ایران رو تجربه کردیم. اواسط سال خود آقای رئیسی تو مجلس که رفته بود یه بار صحبت کنه گفت داره رکورد 70-80 ساله تورم هم شکسته میشه، اما خب به نظر میاد تو نیمه دوم سال یه مقدار از شتاب تورم کم شد. ولی بازم فراموش نکنید امسال چهارمین سالی بود که اقتصاد ما داشت تورم بالاتر از میانگین خودش رو تجربه میکرد. وقتی 4 سال تورم 30-40 درصدی داشته باشی واقعا کمر یه عده زیادی از مردم خم میشه. اما اینکه حالا گفتم که نیمه دوم سال یه مقدار آروم شد، یه کمی از شتاب تورم کم شده، ربطی به دولت آقای رئیسی نداره. اینا چون عواملی که به نظرم باعث شد خیلی امسال روی اقتصاد ایران اثر بذارن عمدتاً اقتصادی نبودن. یکیش مسئله تحریم بود و چشمنداز مذاکرات و بعد از اون هم کرونا. آقای رئیسی وضعیت خوبی رو تحویل نگرفت ولی تا حالا هم از نظر اقتصادی لااقل کاری نکرده که بگیم به سمت مسیر خوب و مسیر بهبود داره حرکت میکنه. درباره تحریم و مسئله مذاکرات البته میشه بهشون کردیت داد. و اونم البته هنوز به نتیجه نرسیده ولی خب خیلی به نظر میرسه که حالا در ادامه برنامه در اون مورد صحبت خواهیم کرد با در مورد سیاست خارجی وقتی حرف میزنیم. ولی آقای چاوشی اگه نگاهی بکنیم مثلا در یک سال گذشته اگر بخوایم ببینیم که مردم چقدر فقیرتر شدن، یعنی با توجه به تورم آنچه که در ابتدای سال داشتن در انتهای سال چقدر شده و چه شرایطی براش پیش اومده، چه تحلیلی میشه کرد از اون؟ ببینید همین اواخر یه نقل قولی از آقای رئیسی در اومده بود درباره فقر که خیلی هم جنجالی شد. من حالا نمیدونم واقعا ایشون گفته بود اون حرفا یا نه که مثلا ظرف مدت کوتاهی بخوایم فقر رو برطرف کنیم، ولی واقعیت اینه که مردم ایران توی 10 سال اخیر، توی دهه آخر این قرنی که الان داریم تمومش میکنیم، فقیرتر شدن. همه مردم تقریبا فقیر شدن، حالا هر کس به یه نوعی، و برگردوندن این روند خیلی کار وقتگیریه. توافق هسته‌ای و رفع تحریم کمک میکنه به این روند، میتونه این روند رو شروع کنه به معکوس بشه، ولی در کوتاه مدت توافق خبر خوبیه، ولی در بلند مدت چیز مهمی رو شاید تغییر نده.
آقای رئیسی کاری که تو این دوره کوتاه که سر کار بوده انجام داده، عمده تمرکزش روی سیاست‌هایی بوده که ظاهرش برای جلوگیری از تورم بوده، مبارزه با گرونی بوده، به شیوه‌های تعزیراتی، سیاست‌های دستوری، بگیر و ببند. ولی اینا واقعا تجربه ما توی اقتصادمون نشون داده که هیچ وقت جواب ندادن، حالا هم جواب نمیدن. الان البته اینکه تورم یه روندش به طور کوتاه مدت یه کمی آروم‌تر شده، عمدتا ناشی از همینه که چشم‌انداز مذاکرات و مردم این انتظار رو دارن که وضعیت تحریم‌ها بهتر بشه، لااقل در یکی دو سال آینده فشار کمتری از نظر تحریم‌ها روشون باشه. بنابراین این عاملی که یه مقدار کمک کرده اینه. من تا خود سیاست‌های اقتصادی دولت واقعا من نمیتونم بگم چیزی بوده که کمک کرده به وضع اقتصادی کشور. میدونید این بگیر و ببنده و اینا اگر چیزی اثری داشته باشه، اثرش بدتر شدن وضع بوده و مردم به تورمی رو تجربه کردن الان بالای 40% و این عرض کردم برای چهارمین سال پیاپی حتما وضعیت زندگی مردم از اول سال رو به جلو نرفته، سخت‌تر شده. وقتی میبینم که میدونم که منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت آقای رئیسی هستید، فرض بگیریم اگر تحریم‌ها برداشته بشه و عملا گشایشی به لحاظ تحریمی یعنی داد و ستد پیش بیاد برای کشور، این سیاست‌ها آیا میتونه جلوی پیشرفت رو بگیره فکر میکنید؟ یعنی در بلند مدت به نفع کشور نخواهد بود؟ ببینید آنچه که تا حالا از دولت آقای رئیسی دیدیم، این تمرکزش روی سیاست‌های سرکوب قیمت‌ها، سیاست‌های دستوری، حتما مانع مقابل روند بهبود اقتصاد ما. شاید تنها کاری که دولت آقای رئیسی تو این 6-7 ماه کرده و از نظر اقتصادی اقتصاددانا درست میدونستنش این ماجرای حذف ارز ترجیحی بود که متاسفانه اونم اینقدر دست دست کردن و لفتش دادن که دیگه داره خاصیتش رو از دست میده. ولی بازم من میگم این کار درستیه، بالاخره انجام دادنش بهتر از انجام ندادنشه. این واقعا ارثیه نامیمونی بود که از دولت قبلی به جا مونده بود. ولی بقیه کارهایی که این دولت تا حالا انجام داده چیزایی نبوده که اثر مثبتی بذاره روی وضع اقتصادی. بعدهاش هم مثلا درباره ساخت مسکن یا درباره بورس چیزی نبوده که کاری از پیش ببره. من اجازه بدید درباره بورس اینو بگم. میدونید دیگه آقای رئیسی و البته بعضی دیگه از آدم‌هاشون توی کابینه‌شون که الان هستن تو دوره انتخابات خیلی درباره بورس حرف زدن. آقای قاضی‌زاده هاشمی که الان معاون رئیس جمهوره گفته بود 3 روزه میشه مشکل بورس رو حل کرد. اما خب این واقعیت نیست. الان اگه یه نگاهی به شاخص‌های بورس بکنید، کل رشد شاخص‌های اصلی بورس از اول سال 1400 تا الان یه چیزی حدود 3-4% رشد نشون میده. البته در طول سال نوسان داشت، یه مدتی بالاتر هم رفت، ولی الان آخر سال همینه که گفتم. و این یعنی اینکه شما با توجه به تورم 40% اگه پولتو اول سال برده باشی توی بورس، به طور متوسط یه چیزی حدود 36-37% ضرر کردی در عمل، چون از تورم عقب موندی. اتفاقا خیلی میخواستم راجع به همین بورس ازتون بپرسم. خودتون گفتین بورس شرایطی که خیلی‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودن درش و امیدوار بودن که امسال بتونن دست کم سرمایه خودشونو خارج بکنن. اون کسانی که سال پیشتر اومده بودن این سرمایه‌گذاری سنگینو کرده بودن با اعتماد به خود دولت که گفته بود بیاید سرمایه‌گذاریتون رو در بورس بکنید، با این شرایطی که شما میگید عملاً اونها نه تنها که سود نکردن بلکه فقیرتر هم شدن، حتی اگر بورس هیچ تغییری نکرده باشه. بله ببینید، حتی سیاستایی که این دولت به اسم حمایت از سهامدارا و این حرفا اجرا کرد عملاً جواب نداده. تازه شاید یه جاهای دیگه اقتصاد رو هم خراب کرده باشه که سال دیگه صداش در میاد، مثلا به شکل کسری بودجه. من البته واقعا فکر می‌کنم بخشی از وضعیت امسال بورس تأثیر دولت آقای روحانیه و کارهایی که پارسال انجام شده. منتها اینکه فکر کنیم یه راه حل فوری وجود داره و بعدش رو بدیم، به نظرم تو اقتصاد راه حل فوری وجود نداره، کما اینکه درباره فقر هم گفتم. و اینو منتها توافق هسته‌ای و رفع تحریم به هر حال یه کمکی به اقتصاد ما خواهد کرد. فکر می‌کنم موقتاً می‌تونه جلوی فقیرتر شدن مردم و کشور رو بگیره. منتها برای اینکه این بتونه یه روند باثبات بشه، باید خیلی کارهای دیگه توی اقتصاد ما انجام بشه. اصلاحات بزرگی انجام بشه. اونا هم نیاز به تجدید نظرهای سیاسی داره، هم نیاز به تجدید نظرهای سیاستی توی اقتصاد. سیاسی یعنی اینکه خب حالا این توافق هسته‌ای احتمالاً خیلی لرزانه، حتی اگرم به دست بیاد ممکنه دوباره از دست بره. تا وقتی این وضعیت باشه سرمایه گذاری جدید تو اقتصاد ما انجام نمیشه، در نتیجهش احتمالا رشد اقتصادی نمیتونه از این
تله پرنوسان وضعیت نفتیش خارج بشه. باید یه شرایطی فراهم بشه که این برگشتن تحریم سایه از سر اقتصاد ما برداشته بشه. این به نظرم نیاز به تجدید نظر سیاسی داره. اما تجدید نظر سیاستی هم که گفتم منظورم سیاست‌های اقتصادی اصلاحات اساسی لازم داره اقتصاد ما. تو نظام بودجه، تو نظام بانکی، تو بازار کار، تو صندوق‌های بازنشستگی من نمی‌بینم تو این دولت توان فنیش رو و پشتوانه اجتماعیش رو هم به نظر میاد که نداره. تا حالا که چیزی ازش ندیدم در این عمل. حرفشو زدم ولی در عمل اون چیزی که انجام دادن تو این مسیر نبوده. ممنونم ازتون آقای چاوشی. هادی چاوشی خبرنگار اقتصادی با ما. هم از مسائل و چالش‌های بزرگ دولت و همینطور کشور در سالی که گذشت مسائل محیط زیستی بود و زیست محیطی که عملاً تبدیل به چالش بزرگی برای هر دولتی که در ایران بر سر کار میاد شده. سیاوش اردلان همکارم که مسائل محیط زیستی رو دنبال کرده در طول سال گذشته، سیاوش به اون بگو که عملاً آخرین خبرها چیه، شرایط چگونه است به لحاظ محیط زیستی الان در ایران؟ مجید، در این دور زمانه هیچ خبرنگار محیط زیستی خبر خوبی متاسفانه نداره که بده به خاطر این چالش‌های بزرگی که وجود داره. اما بذار از آخرین خبرها شروع بکنیم. همونم خبری بود که به دنبال نتایج سفر ابراهیم رئیسی به استان مازندران شاهدش بودیم و اون هم کلنگزنی ساخته یک مجتمع پتروشیمی در نزدیک تالاب میانکاله که به شدت طبیعت اونجا رو به خطر میندازه و همونطور نتایج دیگر سفرش توسعه گردشگری در آشوراده بود در همون منطقه میانکاله که این خطر بزرگی برای مازندران هست. و حالا چون در اون منطقه شمالی ایران هم هستیم نگاه بکنیم به کل وقایعی که در سال گذشته در اون منطقه اتفاق افتاد. به خاطر این دو سال بحران کرونا ما فکر کردیم که شاید این قضايا مسکوت بشه اما دوباره از سر گرفته شد، از جمله به راه افتادن اون بازار بزرگ شکار پرنده های مهاجر در فریدون کنار که نزدیک به سالی 1 میلیون پرنده مهاجر به دست شکارچیان مافیای شکارچی اونجا از بین میره و همونطور ساخت سد فینسک، سدی در مازندران که به رغم مخالفت وزارت نیرو قرار هست که این پروژه ادامه پیدا بکنه و هدفش انتقال آب از مازندران به سمنان هست، چیزی که زنگ های خطر رو برای جامعه محیط زیستی مناطق شمالی به صدا درآورده. و مشکل آب همچنان به نظر میاد مشکل اصلیه. مشکل اصلیه و این مشکل امنیتی شد. دیدیم در سال گذشته در خوزستان در تیر ماه تابستون اون اعتراضاتی رو که جرقش با مسئله بیابی خورد. یک یادآوری دیگری به حکومت، نه فقط اعتراضات خوزستان که اعتراضات چند ماه بعدش در اصفهان و چهارمحال که مسئله آب مسئله هستش که میتونه خیلی سریعا به یک بحران امنیتی تبدیل بشه. دلیلش هم نتیجه سالها سیاستهایی هستش در راستای توسعه ناپایدار، مشخصا سیاستهای کشاورزی، سیاستهایی که عیسی کلانتری رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست روزهای آخر تصدیش گفت ایران رو به سمت محو شدن خواهد برد. الگوهای غلط کشاورزی، کشاورزی سنتی، کشت محصولاتی که نباید در نقاطی که نباید، مثل نیشکر در خوزستان سالی 3.5 میلیارد لیتر آب مصرف میکنه یا برنج در اصفهان، اینها مسائل خیلی مهمی هستن که چالش آبی ایران رو تشکیل میدن. و وقتی صحبت از چالش و بحران آب میکنیم البته همه ذهن‌ها متوجه دریاچه ارومیه میشه، دریاچه که همین چند روز پیش خبر شنیدیم به رغم تلاش‌های چند ساله ستاد احیای دریاچه ارومیه در زمان دولت روحانی که حداقل جلوگیری از خشک شدنش کردن اگر نه دوباره احیایش، در چند دیدیم که گزارشی که چند روز پیش در اومد دریاچه کوچکتر هم شده. و وقتی ما به یاد بیاریم که امسال یک طوفان بزرگ نمک در ارومیه داشتیم، شما از ساکنان ارومیه اون وحشتی رو که در اون چند روز طوفان نمک احساس کردن بپرسید، خواهید دید که این دریاچه ارومیه اگر خوش بشه چه معضلات بزرگی رو برای اون منطقه و برای تمام ایران ایجاد خواهد کرد. و وقتی صحبت از دریاچه ارومیه میشه من میخوام حتما اینا بگم، متاسفانه ذهن‌ها به جای اینکه مسئله آب معطوف بشه میره به سمت اون حادثه تلخ و دردناک سقوط اون سانحه‌ای که برای اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیستی پیش اومد. دو تا از خبرنگاران محیط زیستی ایران، محشاد کریمی و ریحانه یاسی، رو از دست دادیم. اونها کسانی بودن که توسط سازمان حفاظت محیط زیست با اتوبوسی داشتن میرفتن که تلاش‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه رو ببینن و این در روزهای آخر تصدی دولت قبلی بود و به شکل خیلی بدی برای مردم روزهای آخر رقم خورد. و اون کاروان بر خاک افتادگان محیط زیست ایران فقط اون دو نفر نبودن در سال گذشته، پرویز کردوانی رو داشتیم، پدر کبیرشناسی ایران،
که جامعه محیط زیستی رو تنها گذاشت و همینطور دو تا محیطبان ایران، مهدی مجلل و رضا قلی خسروی، اینها به دست شکارچیان کشته شدن. دوباره یادآور معضل و یک کاستی نارسایی قوانین ایران در ارتباط با محیطبانان هستش که به دست شکارچیان کشته میشن و یا اگر کشته نشن مثل محیطبان برومند نجفی در خطر اعدام قرار دارن، به خاطر اینکه طی درگیری با یکی از شکارچی‌ها به او تیری زد، ناخواسته شکارچی کشته شد و به تایید دیوان عالی کشور الان او در خطر اعدام قرار داره. سیاوش، سال نو خواهد بود، یه خبر خوبم حداقل از محیط زیست بده قبل از اینکه فقط خبرهای بد رو بگی. خبر خوب، خب همین دیروز خبر مرخصی اومدن مراد طاهباز داشتیم، یکی از بازداشتی‌های محیط زیستی. علاوه بر اون نیلوفر بیانی هم چند وقت پیش یکی از بازداشتی‌های محیط زیستی بود، به خاطر کرونا به مرخصی اومدش. و بعد هم من فقط اشاره بکنم که یک نماینده داشتیم به اسم جلیل مختار، نماینده آبادان، او پیگیر در مجلس هست برای تغییر یک قانون بسیار مهم و اون مربوط میشه به قانون اهداء بودجه و تخصیص ردیف‌های بودجه به طرح‌های و پروژه‌های صنعتی که مجوز محیط زیستی ندارن. الان شکل به این صورت هستش که بودجه رو به اینها میدن، میگن بعداً مجوزش رو میگیریم، بعد که بودجه به راه میفته طبیعت رو زخمی میکنن، بودجه نیمه کاره میمونه، میگن خب اگه بقیه پول رو نگیریم این همه پولا به هدر میره، بقیه بودجه رو میگیرن. اگر آقای مختار در نماینده آبادان بتونه کارش رو پیش ببره، امیدوار هستیم که این قانون بتونه تغییر بکنه. و البته خبر خوب دیگه هم این هستش که یکی از اون پالایشگاه‌های بسیار آلاینده در خوزستان به اسم پالایشگاه بیت بلند که مشعل سوزی داشت و اون کل منطقه رو آلوده کرده بود، مشعلش خاموش شد، نشون میداد که دولت همچنان جدی هستش به رغم اینکه خیلی این کار عقب افتاده در مهار این مشعل هایی که الان به صورت فلر در خوزستان میسوزن، نه فقط سلامت مردم رو به خطر انداختن بلکه گازهای گلخانه زیادی هم در قالب متان وارد اتمسفر میکنن. ممنونم ازت سیاوش، امیدوارم که در سال آینده خبرهای محیط زیستی خبرهای بهتری باشه. ممنونم سیاوش عبدالان، همکارم اینجا در استودیو با ما. و همونطور که خودتون میدونید به هر حال همچنان پرونده برجام به عنوان مهمترین پرونده سیاست خارجی ایران حل نشده و کسی غیر از کسری ناجی که نمیدونم چند سال، خودت میدونی چند سال این پرونده رو داری پوشش میدی، اینجا با ما هست و کیوان حسینی همکارم که سیاست خارجی ایران رو دنبال کرده به خصوص در منطقه. کسرا، هیچ امیدی هست که تو رو دیگه به وین نفرستن؟ نمیدونم والا. این تصور هست که حتی اگه به توافق برسن ممکنه چند ماه بعد دوباره برگردیم به وین، برای اینکه یه مشکل تازه پیش میاد، دوباره بشینن دوباره صحبت کنن راجع به اینکه خب چجوری میتونن برنامه هسته‌ای ایران رو محدود کنن و در مقابلش تحریم‌های بیشتر یا بذارن بردارن از این صحبت‌ها. این امکان واقعا هست، شوخی بدون شوخی. اما خب میگم طی سال گذشته یک سال و خورده 14 ماه که از آمدن جو بایدن سر کار میگذره. اون موقعی که رئیس جمهور جدید آمریکا آمد سر کار، همه تصور میکردن که خیلی خوب، چون قول داده که برگرده به برجام، دیگه مسئله حل، تحریم ها همین یکی دو ماه دیگه برداشته میشه، برمیگرده. که به توافق پاریس هم برگشت سریع. آره، روز اول پاریس در واقع روز اول و این امیدواری هایی رو ایجاد کرد که بله برجام رو برمیگردن به برجام سریع، تحریم ها هم سریع برداشته میشه. ولی خیلی روشن بود که مسئله بیخ پیدا خواهد کرد. الان نگاه کنید 14 ماه از شروع کار جو بایدن میگذره، 11 ماهه که مذاکرات شروع شده، 8 ماهه که دولت آقای رئیسی سر کار مذاکرات، پس بعد از یه وقفه 5 ماهه در مذاکرات الان چند ماه شروع کردن به مذاکرات دوباره، ولی در مجموع هنوز ما نتونستیم به توافق برسیم. بین ایران و آمریکا هنوز اختلافای جدی وجود داره، همون اختلافای الان داشتیم با کیوان صحبت میکردیم، همون اختلافای مهمی که وقتی مذاکرات در ماه ژوئن در تابستان قبل از انتخابات متوقف شد، اگه یادتون باشه به یه جاهایی رسیده بودن که میگفتن 70-80% حل، آقای روحانی گفته بود همین دو سه روز آینده میتونیم اصلا مسئله رو حل کنیم، چند تا مسئله اونجا باقی مانده بود که هنوز بعد از چندین ماه
هنوز اون مسائل روی میز هستن. به گفته طرف ایرانی دست کم 4 موضوع روی میز هستن. یکی مسئله برداشتن تحریم ها علیه سپاه که هنوز حل نشده که چگونه میشه اینه. مسئله توالیه، کی قدم اول رو برداره، چگونه برداره و قدم دوم چگونه برداشته بشه. خب اگر قراره که مثلا طرف آمریکایی اول تحریم رو برداره، خب نمیتونه چند ماه معطل بمونه که بعد ایران مثلا برنامه هسته‌ایش رو آیا محدود بکنه یا نکنه. این هنوز مسئله حل نشده. یک چیزی هم که من در مورد اختلاف هست، این مسئله سلاح‌های متعارفیه. کسی زیاد ازش حرفی نمیزنه ولی ظاهراً یکی از مسائل که سپاه، ارتش، ایران میخوان که تحریم سلاح‌های متعارفی رو آمریکا برداره که اینها بتونن بخرن و بفروشن. حتی ایران داره سلاح‌های زیادی این روزا تولید میکنه، میتونه محل درآمد خوبی باشه براش و نفوذ، و این هنوز حل نشده. یکی دو مسئله دیگه هم همچنان باقی مانده. مسئله تضمین، تضمین میخواد ایران که آمریکا دوباره این کارو نکنه. خب آمریکا هنوز نمیتونه همچین تضمین بده. بنابراین روشن بود که مسائل دشوار خواهد بود، این دوره طولانی خواهد بود و هنوزم به ته نرسیدیم. دقیقه 90 با مسئله روسیه هم برجام، امکان این که بخواد کل مذاکرات تا اندازه‌ای با مشکل جدی روبرو کنه هنوز نتیجه قطعی، یعنی ما مطمئن نیستیم که مسئله حل شده یا نه و به چه شکلی قرار حل بشه. حالا با فرض اینکه اساسا مشکل روسیه حل بشه، تازه این مشکلات هم هست که باید هنوز جنگ اوکراین هم، جنگ حمله روسیه به اوکراین هم موضوع رو پیچیده‌تر کرد از اون چه که بود. و کیوان، یکی از چیزایی که خیلی امید می‌رفت که امسال حل بشه، یه نشانه‌هایی هم از حلش دیده می‌شد، این بود که اختلافات بین ایران و عربستان برطرف شد. مذاکراتی هم شد در عراق اواخر ولی دوباره خبرهای منفی زیاد شد. مذاکرات دقیقاً از سال قبلش هم شروع شده بود، وقتی که دیگه جو بایدن رئیس جمهور شد به شدت امیدواری‌ها افزایش پیدا کرد، خصوصا ما این سال رو که شروع کردیم در همون ماه‌های نخستش اگه اشتباه نکنم اردیبهشت ماه بود که محمد بن سلمان یه مصاحبه انجام داد و برای اولین بار با یه لحن کاملا متفاوتی درباره ایران صحبت کرد و گفتش که ما می‌خوایم که با ایران رابطه خوبی داشته باشیم، ما با ایران برای همیشه تو یک منطقه خواهیم بود و نمی‌خوایم که این تنش برای همیشه ادامه پیدا کنه. امیدواری‌های زیادی شکل گرفت در زمینه مسئله تنش‌زدایی هم که بعد از ریاست جمهوری بایدن ما تو منطقه به شکل خیلی با سرعتی شاهدش بودیم. در ژانویه 2021 مسئله قطر و شورای همکاری خلیج فارس حل شده بود، بعد از اون مسئله ترکیه و عربستان، ترکیه و امارات، اختلافاتی که چندین سال هست ادامه پیدا کرده بود در سطح دیپلماتیک، همشون به مسیر در واقع تنش زدایی داشت میرفت و برای همین امیدواری ها خیلی زیاد بود. اما حالا که سال رو داریم به پایان میرسونیم، نه تنها این مسئله حل نشده، چشم اندازی جدی هم وجود نداره. دور تازه‌اش که همین دیروز قرار بود برگزار بشه هم از طرف ایران تعلیق شده. و چرا این اتفاق افتاد؟ دلیلش رو میدونیم یا نه؟ یکی از مهمترین دلایلی که حالا در سطح تحلیل در رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح میشه همین مسئله برجام و گره‌ای هستش که اونجا شکل گرفته و از طرف دیگه ایران میگه که از نظر امنیتی هم تغییراتی در منطقه اتفاق افتاده که تا اندازه زیادی انتظار نداشته، که در واقع اشاره‌ای هست به این مسئله حملات اسرائیل که بعد ایران هم موشکباران اربیل رو انجام داد و اتفاقاتی که افتاده، در واقع یک تنش جدیدی شکل گرفته در منطقه که موجب شده که دست کم واکنش جمهوری اسلامی در این مقطع این باشه که از کارت مذاکره با عربستان هم استفاده بکنه، چه بسا حتی برای اینکه در برجام هم بخواد که یک اهرم فشار دیگری اضافه بکنه. یک بخشی از مسئله جمهوری اسلامی و کشورهای غربی مسئله فعالیت‌هایی هستش که از طرف اونها تنش آفرین در منطقه توصیف میشن و در عراق، در لبنان امسال چندین بار به مشکل برخوردند و الان هم که میگه دیگه با عربستان مذاکره نمی‌کنم، یک نشانه از این هستش که لزوماً توی اون در واقع چارچوبی که همه انتظار داشتند که همه چیز به خیر و خوشی پیش بره و خلیج فارس یک دوره بدون تنش و بدون درگیری رو پیش رو داشته باشه، شاید اتفاق نیفتاد. کسرا، دولت جدید که بر سر کار آمد در ایران، اونا میگفتن که ما مذاکرات رو میخواییم به یه مسیر دیگری ببریم،
آمدن با طرح‌های جدید و یه مدت طولانی هم طول کشید تا اینکه اصلا مشخص بشه چه کسی قرار است بیاد و بره. چقدر واقعا اونا متفاوت مذاکره کردن و اون چیزی که امروز در آمده و توافقی که حالا روی میز هست چقدر واقعا متفاوت با اون چه که وقتی که دولت آمد سر کار حدود 3 ماه طول کشید تا دولت جدید آمادگیش رو اعلام کرد برای شروع مذاکرات از سر گرفتن مذاکرات در واقع دور هفتم و هشتم و اون موقع میخواستم به نظر میرسید که سیاست اینه که ما نشون وانمود کنیم که عجله‌ای نداریم برای مذاکرات که لابد فکر میکردن که اینجوری با عقب انداختن و عجله نشان ندادن میتونن فاکتور زمان رو از مذاکرات بگیرن، یعنی زیر فشار زمان نباشن در مذاکرات، که خودش عجیب غریب بود. یعنی خب میدونستیم که ایران زیر تحریم های شدید هست، باید هر چه زودتر این تحریم ها برداشته بشه و این آقایان داشتن این دست اون دست میکردن و میگفتن ما باید بررسی کنیم، وقتی آماده شدیم مذاکرات رو از سر میگیریم. ولی وقتی که از سر گرفتن هم به خاطر اینکه این تیم جدید آقای باقری و غیره این چیز رو نداشتن، تجربه این جور مذاکره رو که خیلی فنیه تا سیاسی این رو نداشتن و اون دور اول هم رفتن یه سری با شعار و با یک سیاست خاصی حد اکثری چیزهایی بخوان که اونا رو رو میز گذاشتن و کار به وقفه افتاد، دوباره یک وقفه چند روزه، ولی بعد که درست شروع کردن تونستن برگردن به اون روال مذاکرات فنی که نیاز اینجور مذاکرات هست. مشخص بود چه چیزهایی باید برداشته بشه، باید بحث میکردن و این هفته های اخیر به نظر میرسید که پیشرفت های زیادی داشتن تا اینکه همینطور که کیوان گفت این روسیه مانع تراشی تازه‌ای رو روی میز گذاشت و شروع کرد به بهانه اینکه ما میخواییم روابط تجاری ما با ایران مصون از تحریم های بین المللی باشه، که یه چیزی بود فرای برجام که هنوز هم همینجوری که کیوان گفت هنوز نمیدونیم حل شده یا نه، و اگر حل بشه شاید از هفته آینده مذاکرات دوباره از سر گرفته بشه. هنوز اون مسائل مونده، مسائل بزرگ بین ایران و آمریکا، و من به نظرم میرسه که اگر واقعا بخوان همه رو حل کنن و زود هم حل کنن شاید نیاز به مذاکرات مستقیم باشه بین ایران و آمریکا، به خاطر اینکه باید یه چیزهایی رو شاید به طور ضمنی یه بدبستانهایی داشته باشن به خصوص در مورد رفتار ایران در منطقه و غیره و اینها، که اینها احتیاج به مذاکره رو در رو داره اگر ایران قبول کنه که تا حالا نکرد. کیوان چیزی می‌خواستی؟ اگه موافق باشی اتفاقا این بحث شیوه رفتاری که کردن، چیزی که من می‌بینم بخشیش چه بسا متأثر از سیاست داخلی ایران هم هست. یعنی این آدمایی که الان اومدن سر کار اینقدر انتقاد کرده بودن از تیم قبلی که الان که پای میز مذاکره قرار گرفتند مدام به دنبال این بودن که اول از همه به همه ثابت بکنن که رفتارشون متفاوت است و رفتار تیم قبلی اشتباه بود و اونها خیلی زیاد مماشات میکردن و برای همین چه بسا همین خواسته های حد اکثری رو روی میز گذاشتن که خیلی ها اونها رو غیر واقع بینانه توصیف میکردن و چه بسا همین امروز هم هنوز به دنبال چیزی هستن که در نهایت دست کم در سطح تبلیغاتی، حالا چه بسا در سطح واقعی، با اون چیزی که ظریف داشت انجام میداد و تیمش متفاوت باشه. این خودش تبدیل شده انگار به یک مسئله ای که به پای مذاکرات بسته شده و بازتابی از اتفاقات داخل کشور. به نظر میاد که فکر میکنن باید در این مذاکرات چیزی بگیرند از طرف مقابل، از طرف آمریکا، که تیم قبلی نگرفته، بنابراین بتونن این رو به تندروها در داخل بفروشن که ما بهتر از تیم قبلی عمل کردیم، و این یکی از مسائله، چون این باعث شده بعضی از مسائل حل نشه. بعد حالا تا حداقل تا الان که ما داریم این برنامه رو اجرا میکنیم و ضبط میکنیم هنوز خبری از چنین توافقی نیست، نمیدونم که تا چه زمانی هم عملا طول بکشه. کیوان تو میدونی که این سیاست نگاه به شرق ایران در از زمانی که آقای رئیسی در ایران به سر کار آمد
آنچه اون چیزی بود که آقای خامنه‌ای بارها و بارها آیت الله خامنه‌ای خواسته بود و در این دولت جدید به نظر میسه خیلی جدیتر دارن پیگیریش میکنن. حالا با این مسائل روسی هم خیلی جدیتر خودش رو داره نشون میده. چه نمودهای دیگه‌ای پیدا کرده؟ بله دقیقاً. ولی نکته خیلی مهمی هم که بود این بودش که این کسانی که اساساً این ایده رو در دوره آقای احمدی نژاد خیلی بهش پر و بال دادن و در دوره آقای روحانی تا اندازه زیادی از وزارت خارجه به حاشیه رونده شده بودن، الان کاملاً در قدرت هستند. خود آقای امیر عبداللهیان از جمله کسانی هستش که مقالات زیادی در این سالها درباره نگاه به شرق نوشته بود. چندین اتفاق مهم در همین سال افتاد که متأثر از همین ایده بود، از جمله اون قرارداد ایران و چین امضا شد و بدون اینکه جزئیاتش منتشر بشه در کنارش تبلیغاتی انجام شد در داخل کشور که انگار خیلی قرارداد کمک اقتصادی خیلی بزرگی به کشور خواهد کرد که هنوز ما دقیقاً نمی‌دونیم که چه اتفاقی در اونجا افتاد. عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای مسئله‌اش به پایان رسید و ایران عضو شد که در دوره آقای احمدی نژاد تلاش خیلی گسترده‌ای کرد و اتفاقاً تبدیل شده بود به یکی از شکست‌های بزرگ سیاست خارجی ایشون که رفت و در واقع اون تقاضا رو هم داد ولی با تقاضا موافقت نشد. غیر از اون که حالا در مسئله چین بود، چون نگاه به شرق یک بخشش چینه یک بخشش روسیه، در قسمت روسیه این سفر خبرساز آقای رئیسی به مسکو اتفاق افتاد که حواشی بسیار جالبی داشت. قبل از اینکه ایشون بره بر اساس مطالبی که رسانه‌های داخلی می‌نوشتند انتظارات بسیار زیادی در ارتباط با سفر شکل گرفته بود و حتی صحبت از این بود که چه بسا مثلا مسئله خرید تسلیحاتی ایران از روسیه که الان در سالهای اخیر هم خیلی داغ شده و هر دفعه ما اسامی جدیدی میشنویم، S-400 میخواد بخره، هواپیماهای پیشرفته سوخو میخواد بخره، در این سفر به یک جایی ختم خواهد شد یا دست کم در ارتباط با این خرید تسلیحاتی دو رهبر یک بیانیه مشترکی منتشر خواهند کرد. در مسئله همکاری‌های اقتصادی نزدیکی بیشتر یادداشت تفاهمی امروز، هیچ کدوم اینا اتفاق نیفتاد و وقتی هم که موجی از انتقاد علیه این سفر مطرح شد به دلیل اتفاقاتی که تو سفر افتاده بود، شیوه برخورد آقای پوتین با آقای رئیسی و جزئیاتی از این دست، گفتند که یک سفر کاری بوده که در نهایت معلوم شد که واقعا سفر کاری بوده. اما همین که آقای رئیسی حاضر شد برای اولین بار که می‌خواست بره مسکو به یک دعوت سفر کاری پاسخ مثبت بده، خودش پرسش برانگیز هست. هیچ وضعیت اضطراری وجود نداشت که آقای رئیسی برای یک سفر کاری بخواد پاشه بره مسکو و در موقعیت روابط ایران و روسیه اساساً یک میتونم بگم که نقطه ضعفی شد کل این سفر در ارتباط با روسیه و اون اتفاقاتی مثل تصاویر و ابعاد نمادینی که داره سفری از این دست. و در نهایت تو جنگ اوکراین هم بخش دیگری از مسئله نگاه به شرق رو ما دیدیم که ایران به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل رأی ممتنع داد. البته اونجا باید تاکید بکنم که ایران یک جنبه تازه ای از این دکترین رو هم اجرا کرد و اون هم این بودش که کامل پشت روسیه قرار نگرفت، یعنی هرگز به طور رسمی جنگ رو تایید نکرد اما ناتو رو سرزنش کرد و مدام گفتش که مثلا کاری که بشار اسد کرد انجام نداد، نگفتش که پوتین کار درستی انجام داده. آقای اسد تماس گرفت با پوتین، گفتش که شما دارید یک اشتباه تاریخی رو اصلاح می‌کنید و کار درستی دارید انجام میدید. اما در تمامی سخنرانی‌ها و موضع رسمی وزارت خارجه این بود که اینها جنگ رو تایید نمی‌کنند اما همچنان معتقدند که ناتو مسئله اصلی است. یکی دو روز اول به نظر می‌رسید البته یه تغییر مسیری دادن بعد از اینکه اعتراض‌های زیادی دیدن، چون در ابتدا مشخص نبود که دارن به کدوم سمت میرن، ولی بعدتر همون سیاستی که خودت میگی، یعنی عین حال جنگ رو محکوم کردن ولی در این حال ناتو را هم محکوم می‌کنند که به کدوم. واقعیت قضیه اینه که با اگر که در واقع تاریخچه تمام مواضع جمهوری اسلامی در زمینه جنگ‌های از این دست نگاه بکنیم، برخورد اصولیشون همیشه همین هستش که جنگ رو تایید می‌کنند و به ویژه وقتی که جنگ بدین شکل اتفاق میفته که اون چیزی که ما شاهد هستیم تجاوز یک ارتش بزرگ هست به یک ارتش دیگه ای که حاکمیت ملی یک کشور دیگر رو داره زیر سوال میبره. به طور اصولی جمهوری اسلامی هرگز این جنگ ها رو بدین شکل تایید نکرده که برای در واقع مخاطب ما قطعا قابل فهم خواهد بود. ایران در وضعیتی نیستش که یکی از مسئله حمله به ایران همیشه برای ایران خودش یک مسئله دغدغه امنیتی است. و در پایان آخرین نکته ای که در ارتباط با نگاه به شرق تو این سال اتفاق افتاد و خیلی مهم بود به نظر من همین مسئله برجام بودش که نشون داد چه محدودیت هایی داره.
یعنی تا شما تا کجا میتونید روی کشوری مثل روسیه حساب بکنید؟ در این لحظات حساس برجام امکان داره یک دفعه چوب لای چرخ مذاکراتی بذاره که برای شما این همه اهمیت داره و خیلی به دنبالش هستید که به نتیجه برسید. این امکانم هست که چین هم پشت روسیه قرار بگیره. اگر چین اصرار کنه بر خواسته هاش در برجام، همین خواسته های اخیر، این سوال هست که موضع چین چه خواهد بود و این تصور هست که اگر همچین چیزی باشه چین ممکنه پشت روسیه قرار بگیره، به خصوص در این شرایطی که میبینیم در اوکراین، و بنابراین داستان پیچیده‌تر خواهد شد از اون چه که امروز هم هست خواهد شد. ممنونم از هر دوی شما که به ما پیوستید، کسان آجی و کیوان حسینی اینجا با ما در استودیو، و ممنون از شما که با ما بودید. پیشا پیش سال نو رو بهتون تبریک میگم و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.